درسته و بسیار اثرگذار و با اهمیت، چرا که خب ما همواره از مردم خواهش کردیم همکاری کنند، ولی واقعیت اینه که نقش بسیار مؤثری هم همین نکته‌ای که اشاره فرمودید، یعنی ساختمان‌های ما، تجهیزات ما داره. ما اگر نوع همکاری و مشارکت در بهینه‌سازی مصرف رو به دو بخش تقسیم کنیم، یه بخشش مستقیم مردم با همین امکانات موجود فقط با اقدامات ساده میتونن انجام بدن، مثل اینکه یه لامپ اضافی رو خاموش کنن، یه وسیله غیر ضرور رو از برق بکشن، یا احیانا درجه تنظیم دمای کولرشون رو صحیح تنظیم کنن. این اقداماتیه که بدون کاهش سطح رفاه انجام میشه. اما اگر کار دراز مدت و اثر بخش بخواد انجام بشه و به درستی اشاره فرمودید، باید ما ساختمون هامون درست بشه، تجهیزاتمون اصلاح بشه. فقط پرت انرژی از پنجره‌های تک جداره و دیوارهایی که عایق نیستن حدود 25% هست. 25% از انرژی که در ساختمان‌ها مصرف میشه. و این قطعاً اگر این اتفاق بیفته میتونه باعث بشه که هم در زمستان سوخت گاز کمتری مصرف کنه، هم در تابستان برق کمتری مصرف. من عرض کنم اگر عدد و رقم اینو حساب کنیم، ما در ایران فقط اگر پنجره رو حساب کنیم حدود 15% مربوط به پنجره ها میشه. ما اگر پنجره رو حساب کنیم با توجه به که حدود 40 تا 45 هزار مگاوات از مصرف برق در ایام اوج بار مربوط به ساختمان هاست، حالا چه ساختمان مسکونی چه بر حال اداری، اگر پنجره ها رو بتونیم واقعا در یک نهضت بهینه سازی اصلاح کنیم که همه چیزش هم داخل کشور هست، شما حساب کنید که حداقل 15% این، یعنی یه چیزی معادل 5 تا 6 هزار مگاوات میتونه تاثیر داشته باشه. بله بله، یعنی با اقداماتی که واقعا در داخل کشور پتانسیل هست. اینها خب مستلزم اینه که مدل سرمایه‌گذاریش تعریف بشه. امیدواریم که انشالله در شرایط جدید هم با حمایت هایی که مجلس میکنه و هم به حال فعالیتی که دولت انشالله 13 خواهد کرد، روی بحث بهینه سازی و یک نهضتی در بهینه سازی را بیفته، ما شاهد انشالله نتایج ارزشمندی خواهیم بود.